ماشین از صدای بچه ها پر بود و آنها مدت 4 ساعت از خم و پیش بیابان ها و کوها به طرف تهران حرکت می کردند. تمام روز باران باریده بود. و نمش باران جاده ها را تر کرده و رنگ ارغوانی در غروب آفتاب منعکس می‌کرد. عطر معطری فضای بیابان را پر کرده و نسیمی خوش بر پیکر کوهستان نوازش می‌کرد. صدای قهقهه بچه‌ها که از داخل استیشن واگن به زوزه باد اضافه می‌شد سکوت عصر را به هم می‌شکست. کودکان با صدای بلند می‌خندیدند و در دنیای طلایی خود غرق بودند. دو خانواده با هم در سفر هستند. خانواده ایرانی کشیش هایک، همسرش پاکوش و پسر 3 ماهه‌اش، و خانواده دیگر میشیونر آمریکایی به اسم مارک، همسرش گلادیس و 3 فرزندش، 3 ساله، 11 ساله و 13 ساله. صدای کودکان از شادی لبریز است و انگار می‌دانستند که به زودی ملکوت را خواهند دید. لبخندی از شادی چهره‌شان را پوشانده و قهقهه مسرت از دهان کوچکشان خارج می‌شد. سکوتی نبود ولی آرامش بود، محبت بود. دنیای کودکان طلایی بود. ناگهان همه چیز عوض شد. صداها خاموش گردید و سکوتی مطلق همه جا را گرفت. حتی پرندگان خاموش بودند. یک کامیون کشاورزی از اعماق بیابان خود را به جاده انداخت و در یک چشم به هم زدن محکم و با شدت با استیشن واگن تصادف کرد. هوا تاریک شده بود و گریه بیابان سکوت بود. نسیمی دیگر نمی‌وزید. بادی نبود و صدای قهقهه بچه‌ها دیگر به گوش نمی‌رسید. زندگی به مرگ تبدیل شد و شاهین قضا کودکان را گرفت و هر 4 کودک جان خود را از دست دادند.
دیدیان قهقره کبک خرامان حافظ، کسل سر پنجه شاهین قضا غافل بود. در برنامه دفن کودکان مارک گفت اگر فقط یک فرزند ما را از دست می دادیم برای ما خیلی سخت‌تر بود، ولی خداوند در عشق و محبتش تمام آنها را از ما گرفت. فیض خدا برای ما کافی است. خداوند هاک و تاکوش را بعدها با 4 فرزند دیگه برکت داد تا هرگز اعتماد خود را نسبت به عیسی از دست ندهد. هاک مرد خوبی بود و عیسی را خیلی دوست داشت. خداوند او را به طور جالبی برای جلالش استفاده کرد و او را هم پیش خود برد. هاک را یک روز از خیابان‌های تهران دزدیدند و بعد جسد سرد و مرده او را که با ضربت‌های چاقو پاره پاره شده بود به خانواده‌اش اطلاع داد. هاک درد کشید، رنج برد و جان داد، ولی او هرگز فراموش نخواهد چون که عیسی با او بود. و اما شعر حافظ درباره این عزیزان خوب کار نمی‌کنه، صادق نیست، چون که کتاب مقدس در عبرانیان 11:38 برای ما روشن میکنه که چرا هاک و 4 کودک معصوم جان خود رو از دست دادن. کتاب مقدس میگه چون که جهان لیاقت آنها را نداشت و بنابراین خداوند آنها را پیش خود برد. جهان لیاقت آنها را نداشت. بزرگترین برکت زندگی برای یک ایماندار مسیحی این است که از بدن خود جدا شود و به خداوند عیسی پیوند کند. مرگ برای مسیحیان پایان کار نیست و با خداوند زیست کردن و بودن شیرین است. حلاییست، ارغوانیست، برای همیشه است، ابدیست و به همین صورت است که آنها همه گفتند تمام شد، تمام شد. همه جا ارغوانی بود، همه جا ارغوانی بود. تمام شد، تمام شد.